شب که شد تلفنم را نگاه کردم با امید اینکه از ایسان خبری بگیرم، اما تلفن او خاموش بود و من نتانستم با او تماس بگیرم. در ابتدا فکر کردم که شاید او در منطقه است که هیچ امکان ارتباط گرفتن را ندارد، اما با گذشت زمان و هنوز هم از او خبری نبود، من واقعا پریشان شدم. من منتظر بودم با امید هر نشانه ای که او خوب است. من با همه ارتباط خوب داشتم، به خصوص با دختری که تیم ما را در محل کار رهبری می کرد. صحبت کردن با او آسان بود و او همیشه داستانهایی در مورد زندگی خود را با ما بیان می کرد. یک روز او کتاب را بدون اینکه چیزی در مورد او بگوید به من داد. معلوم شد که کتاب مقدس است. ایسان مرا بسیار دوست داشت. او گفت هر راهی که بروی من بهترین دوست تو هستم و تو را دنبال خواهم کرد. او به من اطمینان داد. من همیشه در پلویت راه می روم و به این ترتیب به مدت 6 ماه شروع به خواندن صفحات عهد عتیق و جدید کردیم. ما ایمان آوردیم، وصله تعمید گرفتیم و از آن وقت بود که سفر ما آغاز شد. یک شب شوهرم پس از ملاقات با گروهی گم شد. آخر شب بود و ترس من بیشتر شد. احساس کردم چیزی بد اتفاق افتاده است. تلفنم را پنهان کردم با امید اینکه چیزی بهتر اتفاق داده باشد، اما از چیز بد می ترسیدم. در روز بعد متوجه شدم که جسدش را با آثار شکنجه پیدا کردن. وقتی خبر رو شنیدم در خانه بودم. پدرم هم آنجا بود. من به زمین افتادم و به حالت کما رفتم. وقتی به هوش آمدم دوباره به خانه برگشتیم. جنازه شوهرم را برای دفن می بردن. من هر روز با ایسان صحبت می کردم. حالا که او رفته هر شب با خدا حرف می زنم. من معتقدم که او به تمام دعای من گوش می دهد و مرا می شنود. تحت سایه حکومت طالبان زندگی بسیار مشکل است. با این حال با پایداری در ایمان قوی خود در طوفان زندگی به پیش می رویم. همانطور که راه مسیر را انتخاب کرده ایم، این درک را پذیرفته ایم که این مسیر بدون آزمایش نیست. اما با امید و وعده هایی که خداوند به ما داده است استقامت می کنیم و این راه را ادامه می دهیم.